تحریم‌های جدید آمریکا علیه مهره‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران به خاطر دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های تروریستی. وزارت خزانه‌داری آمریکا: شرکت‌ها و افراد تحریم شده نقش‌های کلیدی در پشتیبانی از برنامه اتمی رژیم یا فعالیت‌های تروریستی رژیم ایفا کردند. لیست‌گذاری 3 سرکرده سپاه پاسداران به دلیل کمک به فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در افغانستان. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای کشورهای 5 به علاوه 1 با رژیم آخوندی در وین، دولت آمریکا شماری از پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و همچنین تعدادی از شرکت‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران و همچنین حمایت از فعالیت‌های تروریستی رژیم آخوندی مورد هدف قرار داد. این دومین بار از زمان امضای توافقنامه ژنو است که آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به خاطر کمک به رژیم برای دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این شرکت‌ها و اشخاص که نقش‌های کلیدی در پشتیبانی از برنامه اتمی رژیم ایران و یا فعالیت‌های تروریستی رژیم ایفا کردند در ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی پراکنده هستند و از دسترسی به سیستم مالی جهانی و در حوزه آمریکا ممنوع می شوند. پوریا نائبی، هوشنگ حسین پور و هوشنگ فرسوده و 8 شرکت متعلق یا زیر کنترل آنها در گرجستان از آن جمله هستند. این 3 نفر شرکت‌ها و نهادهای مالی در کشورهای متعدد تأسیس کرده و با استفاده از 1 بانک در گرجستان معاملات بانک‌های رژیم به ارزش 10 میلیون دلار را تسهیل کردند. نهادها و افراد خارجی دیگری که به دلیل کمک به فعالیت‌های اتمی ایران و حمایت از آنها هدف تحریم‌ها قرار گرفتند، از جمله عبارتند از شرکت آویا تراست در امارات متحده عربی متعلق به سپاه پاسداران. سپاه پاسداران از آویا تراست به عنوان یک شرکت پوششی جهت تهیه کالاهای مرتبط با هواپیما، همچنین کمک به پرهیز از بازرسی‌های گمرکی کالاهای حامل ایران در امارات متحده عربی استفاده کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 3 افسر سپاه پاسداران و 1 فرد وابسته به سپاه را به دلیل کمک به فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در افغانستان در فهرست تحریم‌ها گنجانده است. سپاه پاسداران از سید کمال موسوی که اینک در بازداشت است برای طرح‌ریزی و اجرای حملات در افغانستان استفاده می‌کرد. 2 نفر دیگر علیرضا همتی و اکبر سیدالحسینی هستند که حمایت‌های لوجستیکی برای موسوی فراهم می‌آوردند. افسر دیگر سپاه محمود افخمی نام دارد که در امور سیاسی افغانستان نفوذ دارد و برای پیشبرد منافع رژیم ایران در این کشور کار می‌کند. مقامات شرکت هوایی ماهان وابسته به سپاه پاسداران و شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی و شرکت هوانوردی بلو اسکای در امارات متحده عربی متعلق به سپاه پاسداران از این جمله اند. همچنین شرکت آلمانی اولریش ویپرمن و 2 شرکت دیگر که معاملات نفتی رژیم ایران را به منظور دور زدن تحریم‌های نفتی علیه رژیم تسهیل می‌کردند جزو لیست تحریم‌های جدید آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنشی هراس‌آلود در قبال تحریم‌های جدید آمریکا علیه مؤسسات و افراد وابسته به سپاه پاسداران گفت اقدام دولت آمریکا نشانگر این واقعیت است که آمریکا تلاش دارد قبل از دور جدید مذاکرات فضای منفی جدیدی را بر مذاکرات تحمیل کند. وی افزود در حالی که تنها چند روز به آغاز دور جدید مذاکرات باقی مانده است، این گونه اقدامات
فضای مثبت ایجاد شده بین جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک را تیره می سازد.